میدونستی توی فیلم لوکا توی این سکانس وقتی که لوکا با دو شرخه میخوره زمین و سرش رو میکوبه به دیوار به جای ستر دیدن برای سرش ماهیکولی میبینه این برای اینه که آلبرتو بهش گفته که سترها در از ماهیکولی های براغن لایک یادت نره میدونستی توی فیلم چیپ و دیل تکاوران نجات توی راهشون به خیابون اصلی چیپ و دیل از بغل اثر هنر خیابونی رد میشن که مایل و امو ارن او رو در فیلم مردن کبوتی به درون دنیای انکبوتی کشیدن لطفا فالو کن میدونستی توی فیلم تران میراس کاراکتر کروک برنامه کامپیوتری به سم میگه که به ندرت پیش میاد که بدونم کوین فیلین رو توی بازی تخته استراتژی ببرم این بازی در واقع جوری طراحی شده که برای کامپیوتر و یه هوش مصنوعی بازی کردنش خیلی سخت باشه لطفا فالو کن میدونستی توی فیلم علایالدین قول چراغ جادو سفارش غذای علایالدین رو از سمت راست به چپ مینویسه که درست بر حسب قواعد نگارش فارسیه که اگر کمی دقت کنیم نوشته بوغلمون پلو فالو یادت نره میدونستی توی فیلم مرد آهنی دو این پسر کوچیک که ماسک مرد آهنی رو زده در واقع بازیگرش مکس فوروه که پسر کارگردان جان فوروه فالو یادت نره میدونستی توی فیلم زوتوپیا دستیار شهردار بلودر یه زنگوله میزه گردنش که در دنیای واقعی ببایی که زنگوله داره کسی که سر گله حرکت میکنه و با صدایی که داره همه دنبالش میرن تو گم نشن پس طبیعیه که بلودر قدرت طلبه لطفا فالو یادت نره میدونستی توی فیلم چگونه گرینچ کریسمس را دزدی توی این سکانس قرار بود جیمکری با کشیدن رومیزی همه چیز رو به هم بزنه اما انقدر سوسکی رو رو کشید که هیچ چیز تکون نخورد و اینجا بود که به صورت فعل بداهه برگشت و همه چیز رو ریخ پایین رو به هم زد لطفا فالیادت نره میدونستی توی فیلم شوالیه ای تاریکی این سکانس معروف قیب کردن مداد دو روز کامل فیلم برداری زمان برد و 22 تا براش رو به خودش اختصاص داد چون کریستوفر نونان میخواست که این حقه واقعی باشه از بدلکار خاص لحظه آخر خوردن چشمش به مداد مداد رو با دستش بزنه کنار و به خاطر برخورد سرش محکم با میز سه بار بیهوش شد فالیدت نره میدونستی توی فیلم باو وقتی که کاراکتر مادر داره رویا میبینه عروس خودش خیلی پرزرق و ورق و موزی میبینه اما توی دنیای واقعی عروسش خیلی ساده و شیک و سنگین لباس میبوشه این نشون دهنده حس نگرانی مادرانه برای پسرش که و عروس بد گیرش نیاد فالو نره میدونستی توی فیلم تد دو توی این سکانس دعوا پیتر گریفین با یه خروس گنده توی کامیکان میجنگه چون این کار اشاره به کارتون مرد خانواده داره که پیتر همیشه با خروسه در حال جنگ فالو نره